دانشکده‌های علوم انسانی بیشتر مورد نظر مثلا به دانشکده‌های پزشکی و فنی اینا کاری ندارم که نمیدونم اصلا نمی‌شناسم. دانشکده علوم انسانی مثلا دانشکده ادبیات مثلا هنوز در باب شعر نو مقاومت میکنه، در باب فکر نو مقاومت میکنه، در باب ادبیات نو مقاومت میکنه. و اگر مقاومت نمی‌کرد و میفهمید که همون جوری که سنایی و مولوی و عطار هستن، هدایت هم هست و شاملو هم هست و ده خدا هم هست، آثار اینا تدریس میشه توی این دانشگاه. ممکنه رو به طور استثنایی یه جایی هم این کار بکنن، ناپرهیزی بکنن، ولی کلن در همه جای دنیا هنرها از طریق آکادمیک تقویت میشه. اینجا واکنش منفی دارن نسبت به رسانه‌های هنری و ادبی و یه منشان که درش ندارن. حالا البته الان دیگه تقریبا میشه گفت دانشگاه از دانشگاه بودن افتاده، یعنی مثلا یه عده‌ای درس میدن تو مثلا رشته های نقاشی که اصلا نه نقاشی میفهمن نه اصلا علاقه دارن، اما یه مقام استادی بهشان دادن و اینا دارن کار میکنن. من خیلی از اینا رو میشستم دیگه. بنابراین دانشگاه در ایران همواره در برابر نوآوری ایستادگی کرده، به دلیل اینکه اینا به اون چه که دارن مغرورن و منجمد شدن در اون دانش. اون دانش ایراد نداره، خیلی هم خوبه. یک آدم مثل ذبیح الله صفا یک گوهر گرانبهاست، اما ذبیح الله صفا که نباید جلوی شاملو بایسته، باید میدان بده به شاملو، باید همکاری کنه. این کار نکردن، یعنی اینا گفتن که اون چی که ما دانش ما تقریبا کامله، شما هم دارید خراب میکنید یه چیزی ده، ما جلوی شما میرسیم. این تلقی دنیای آکادمیک هست در برابر نوآوری هایی که در جامعه اتفاق میفته. موقعی الان خب در غرب یه وقتی همینطوری بود، بخش آکادمیک جلوی نوآوری ها میایستادن چون فکر میکنن هر چیز تازه‌ای ممکنه به تخریب منجر بشه، ولی الان دارن همون آدم های نور میارن تو خودشان. حتی در یک اشیل کوچک موزه ها این کاری میکنن. مثلا موزه ها در این را که آثار درجه که میذارن، یه بخشایی هم دارن که تجربیات جدید جوان ها رو توی قفسه های بزرگ، توی کشوهای بزرگ هست که مثلا آدم که تازه دارن کار میکنن، کار اونم اونجا هست. شما میدهید برید مراجعه کنید به اونا رو ببینید که مثلا یه جوان 20 ساله مثلا یا 25 ساله طراحی کرده، اون توی در اون حاشیه موزه هست. بعد خود شما تشخیص میدید که خب اینا مثلا راه به جایی میبره یا نمیبره، قضاوت میکنید، ولی وجود داره، سندش وجود داره. این دنیای آکادمیک ما با یک تکبری و با یک غروری و با یک نوع انجماد ذهنی پدید آمده که نتوانسته خودش با نوآوری‌های زمانه هماهنگ بکنه. هنوز ادبیات تدریس می‌کنن تا دوره بهار، بعد قطع می‌کنن. از دوره بهار تا بعد چه اتفاق افتاده؟ حتی غربی‌ها این کارو با ما می‌کنن. اونا هنوز مثلا میگن ادبیات ایران تا جامعه رسیده. مثلا خب این افرا احمقانه است. با اینکه درکی ندارن از ادبیات مدرن ما. اصلا معرفی هم نشده بونا، تقصیری هم ندارن. به هر حال من نسبت به اصلا نگاه آکادمیک خوشبین نیستم و معتقدم که 4 اتفاق خوب که توی دانشگاه بیفته به هیچ وجه نشان دهنده کل اون نیست. و الان دانشگاه در واقع در قیاس با دانشگاهی که حتی دوره که ما دانشجو بودیم خیلی ضعیف شده، از یک محیط علم آموزی و البته تو بخش فنی اینا احتمال داره که ما روش کرده باشیم، حتما هم اینجوری هست، تو پزشکی، توی امور فنی، مهندسی، این قضیه ها، ولی تو علوم انسانی
تازه الان میگن بعد علوم انسانی اسلامی به وجود بیاریم. علوم انسانی اسلامی که هزار سال شما داشتید که کتاب یه وقتی آقای دکتر صاحب زمانی کتاب نوشت به نام اقتصاد بیمار کتاب. هنوز به نظر من اقتصادش بیماره. بایستی کتاب که عرضه میشه باید یه تقاضایی وجود داشته باشه. اون الان یه نوع مرگ مخاطب ما داریم در ادبیات حتی هنرها. مخاطبان ما ریزش دارن میکنن، یه مقدار به خاطر بی‌حوصلگی، یه مقدار به خاطر افسردگی، به خاطر وضع اقتصادی بعدی، وقتی به خاطر نبودن آینده روشن. خب یه وقتی بود که ما در دوره شاه آینده روشن که نبود، اون موقع بازم اون موقع هم یه سیستم امنیتی و پلیسی بود در دهه 40 اینا، اما همه ما به یک آینده روشن اعتقاد داشتیم، باید که میدیم امکانش وجود داره. وقتی اون امکان از بین بره، شخص حس کنه که احتمال آینده روشن از بین رفته، دچار افسردگی و دچار یک نوع منفیگرایی میشه و پوچگرایی، و این دیگه قادر به این، یعنی اصلا حوصله نداره کتاب بخونه، فیلم ببینه، نمایش ببینه، همین 4 تا کلیپ توی یه موبایل ببینه براش کافیه، مثلا روز شب میشه. چون من اینا شبا بیشتر نگاه میکنم، شبش روز میشه. ولی مشکل اساسی این است که این دروازه های روشنی که در آینده برای نسل ما تقریبا احتمال داشت، اون احتمال از بین رفته. و بنابراین دلیل نداره که کتاب مردم بخونن. البته گاهی چیزای عکس این دیده میشه، مثلا یه دفعه میبینی کتاب مثل مارسل پروست، کتاب دشواری از گران، چندین جلد هم هست، مثلا چندین بار چاپ میشه. بعضی از کتاب ها این امکان دارن، بعضی از ترجمه های خوب، ولی کل ماجرا این نیست که من نویسنده تقصیر دارم یا اون خواننده تقصیر داره. ما باید برگردیم به سیاست نشر. سیاست نشر و فرهنگ نشر در کشور ما چگونه است و کی اداره میکنه و ماجرا چیه، اون وقت یه مسئله خیلی مفصلی. ناشران میگن که اولش نونه، آخرش هم نونه. اینا خیلی به نون فکر میکنن به پول و کسب و کار اینا. ناشر اصولا در دنیا باید واجه دو چیز باشه، یکی این که به نونش فکر کنه، خب یه کسب کاریه دیگه، نمیداره که به پولش فکر نکنه، به درآمدش و سرمایش فکر نکنه. یکی باید به فرهنگ فکر کنه. اگر فقط به نون فکر کنه و فرهنگ، چون شغلش ترویج فرهنگه، این باید با این دو بال پرواز کنه. اگر اون بال فقط پول و سرمایه رشد کنه و بال توجه به فرهنگ، فرهنگ سازی رشد نکنه، ناگزیر اون پرنده سقوط میکنه. الان اون سقوط اتفاق افتاده و تو گالری هم همینه. تو گالری هم کسی که گالری داره باید هم درآمد داشته باشه، هم نقاشی و مجسمه سازی و گرافیک اینا رو رشد بده. نمیشه که تو فقط یه بخشش رو ببینی، فقط گیشه رو ببینی. نه، گیشه هست، فرهنگ هم هست، این دوتا باید با هم دیگه موازنه داشته باشه. این موازنه به هم خورده، به سود سرمایه داری. در جهان هم یه جوری تقریبا شبیه این قضایا پیش اومده که اونا، ولی اونا همباره دوست دارن که بکوشن عوض کنن. چرا؟ برای اینکه اونجا بخش خصوصی قویه، دولت فقط نیست. اگر همه چیز دست دولت باشه، مثل شوروی تصمیم میگیره نقاشی مدرن نباشه و نیست برای مدت 50 سال. اما بخش خصوصی که اینجوری نیست. بخش خصوصی میگه که نه بابا، خب نقاشی هم باشه، این از این میشه پول در آورد بیرون، از این میشه بازار ساخت، برای چی نقاشی مدرن نباشه؟ مردم دوست دارن موسیقی مدرن، نقاشی مدرن، ادبیات مدرن، من پول در میام ازش بیرون. بخش خصوصی به منافع خودش توجه میکنه و در این حال میتواند حامی فرهنگ باشه. در جاهایی که بخش خصوصی نیست، که در واقع در ایران الان دیگه نیست، بخش خصولتی داریم، خصوصیه ولی دولتیه،
یکم دو، یک بخش دولتی داریم، یک بخش خصوصی داریم، بخش چیز سرمایه گذاری، یعنی بخش خصوصی نیست، بخش خصوصی است که میاد تابلو میخره، میاد نمیدونم فلان، آزادانه هر نوع تابلو میخره، ولی بخش دولتی وقتی بخواد بخره یه جور یه تعداد خاصی میخره، کتابای خاصی میخره، به سینمای خاصی کمک میکنه. خب این که نمیشه. بنابراین در کشوری که بخش خصوصی نیست، فاتحه خیلی چیزا خوانده است. بی خود ما همدیگر متهم نکنیم که من بیام بگم شما کم کاری کردید، شما به من میگه که تو هم اشتباه کردی، یادت باشه. اصلا اینجوری نیست. شما فکر کنید که در اواسط دهه 40 تیراژ کتاب بود 1000 تا حد اکثر. بعد فرانکلین اومد کتابای جیبی چاپ کرد، یه فس 10000 تا تیراژ شد، 10000 تا، بعد شد 30000 تا. بعد همون موقع شاملو کتاب هفته در ورد با 30000 تیراژ، در که سخن اون موقع بین 300 تا 500 نسخه بود. خب این وقتی که عرضه خوب اتفاق میفته، خوشبختانه تقاضا هم خودش با این عرضه تطبیق داد، برای که یک کمی وضع مردم بهتر شده بود، دست به درنش ها میرسید، میدونم مثلا تئاتر برن، فیلم ببینن، کتاب بخرن. ماجرای طبقه متوسط شهرنشین میگم، ملت ایران نمیگم، چون ببینید مخاطبان هنر و ادبیات ما باید با مردم قاطی نکنیم. مردم این چیز کاری ندارن، مردم نه علاقه به کتاب دارن، میخوان زندگی راحت و آسایی داشتن، حقشون هم همینه، حق دارن. یه عده هستن از بین این مردم، یه عده معدودی هستن، یه درصد کمی هستن که به هنر و ادبیات یا مثلا به علوم یا به بعضی خاصه علاقه دارن. ما با اینا سر کار داریم. هر چقدر این جامعه، بدنه جامعه، وضع مالیش خوب بشه، آسایش فکری داشته باشه، این میزان مخاطبان، این درصد افزایش پیدا میکنه و بیشتر میشه. الان جامعه در یک حالت افسردگی است که کسی حوصله دیدن و خواندن نداره. و الان ما داریم از دنیای کلمات به طرف دنیای تصویر میریم. میخوان یه فیلم کوتاه ببینن، یه کلیپ ببینن، یه کلیپ یه فیلم ببینید چندین میلیون تیراژ داره. برای اینکه ساده است دیگه. مثلا من گاهی یه عکس میذارم روی اینستاگرام، 4000 نفر میبینن. وقتی یه تیکه از زمانه میخوانم 200 نفر گوش میدن. خب معلومه که اون بی حوصله است. میگه بچه‌ها آقا شما میخواین چی بگو، من وقت ندارم، مثلا من حوصله ندارم، اینا چی تو میخوانی؟ من به اون حق میدم، من اونه که متهم نمی کنم، برای اینکه اون عادت دادن به این قضیه، برای اینکه دنیای ما دنیای شتاب انگیزی هست. حالا کرونا اومد این زده کمر این شتاب شکسته در دنیا، یه دفعه ما همجور متوقف شدیم با اون شتاب عظیمی که همه داشتن حرکت میکردن، همونجوری که تو مترو حرکت میکردن که زودتر برسن، همونجوری که شتاب داشتن به پول برسن، به ثروت، به قدرت برسن، کرونا آمد زد متوقف کرد. این دو سالی که متوقف شده، این شتاب کم شده، که بازم به سود اون مدیران شتاب انگیز بوده که اونا سرمایه هاشون دارن و حتی بیشتر هم رفاه دارن، ولی عموم مردم در واقع از اون شتاب افتادن. من امیدوار بودم که در اون آغاز امیدوار بودم مردم حالا که متوقف شدن و یک کمی تو خانه هاشان ماندن، به فکر بیفتن که ما چیکار کردیم و چیکار باید بکنیم. یعنی یه دوره تأمل شروع بشه، دوره تفکر شروع بشه. ممکنه مردم عبرت بگیرن از اون دوره شتاب زدگی بیهوده و تا حدی خودشان تصدیق کنن. ولی آیا سرمایه داری که این جوامع اداره میکنه، آیا دولت ها اونها هم عبرت خواهند گرفت؟ بعیده. اولا مسئله کپی‌رایت یه مسئله خیلی قدیمی هست. یعنی من یادم هست که حوالی سال 50 و اینا، من و ایرج افشار و نراقی و چند نفر دیگه نشستیم راجع به کپی رایت صحبت کردیم. من اصف کانون نویسندگان رفته بودم. بعد اون موقع خب یه عده‌ای با کپی رایت مخالف بودن، ولی الان تقریبا هیچ کس مخالف کپی رایت نیست، اما منافع یک عده‌ای اقتضا میکنه که کپی رایت نباشه. یکیش منافع بخش دانشگاهی که دارن کتاب‌های خارجی رو اینجا برن آفست میکنن، اگر اینا
اگر کپی رایت باشه این دزدی عظیمی نمیدن بکنن، این همه منابع علمی رو نمیدن داشته باشن. یکی ناشه اینم در واقع الان انواع ترجمه ها از طریق ترجمه هستن ارتزاق میکنن، بیشتر این درآمدی که دارن از طریق ترجمه هست و از طریق کتاب آدم های مرده. و بنابراین اگر کپی رایت باشه اینا باید یه مبلغ مختصری به نویسنده بدن که اونو نمیخوام بدن. بنابراین کپی رایت یه امر واقعیه و توی دنیا مثل که دو سه تا کشور این که کپی رایت قبول ندارن، یکی ما، این یکی مثلا فکر کنم بورکینا فاسو باشه، اینجور چیزی خیلی غم انگیزه. اصلا همه قبول کردن، بلکه یه امر منطقیه. هر کسی صاحب اثرشه، تو به چی دلیل اثر اینو میدزدی؟ بنابراین من با کپی رایت موافقم. یه سمیناری هم گذاشتن انجمن صنفی نویسندگان تهران، من هم دعوت کردم رفتم اونجا سخنرانی کردم و اونجا گفتم که اصلا در یک امر بدیهی که بحث نمی کنن. اما ما فقط اومدیم اینجا بگیم که شما به چه دلیل به خاطر منافع شخصی خودتان جلوی یک کار فرهنگی می گیرید. چون از این طرف قضیه بعد نگاه کنیم، من نویسنده ایرانی وقتی که به کپی رایت معتقد نباشم کار منم به غارت میره. وقتی که من سینماگر به کپی رایت معتقد نباشم فیلم من میاد تو بازار و هیچ قاعده و قانونی حاکم نیست. حالا گاهی هم میرن اونا دستفروش رو جمع میکنن، اون دستفروش بیشتر کاری نیست، اون آدمی که کپی کرده اون که با دستفروش ارتباط نداره. بنابراین کپی رایت حق انسانی پدید آورنده است و ما به دلایل هم حکومت نمیخواد به این قضیه نگاهی بکنه، مثلا مخصوصا حکومت بخش وزارت ارشاد اینا هست، به دلایل چه من نمیدم ولی نمیخواد جدی بگیره. اولی که یک کسی از وزارت ارشاد اومد رو به خانمی و صحبت میکرد و حرفای معقولی هم میزد ولی حرف دیگه، حالا عمل مهمه. بعضی از غارتگران فرهنگی که نفعشان در این است که آثار بردارن کپی بکنن. و نشر ایران روی سه تا موضوع میچرخه، یکی ترجمه هست، یکی آثار گذشتگان هست یعنی میراث ادبی هست، یکی هم آثار مؤلفان هست. در قالب جاهای دنیا متن اصل متن مهمه، یعنی مؤلف مهمه و مصنف، بعد آثار گذشتگان، بعد ترجمه. اینجا عکس قضیه است. دلیلش اینه که اولا وزارت ارشاد در مورد سانسور کتابا فرق میذاره بین ترجمه و نوشته. به ما سختگیری میکنن توی کارهای ترجمه، هماغوشی شهر میده، اینا میگن که به ما چه ربطی داره، اونها فاسدن هماغوشی میکنن، اما تقرد نداره راجع به بورس صحبت کنی. من میگم بابا خودفروشی رسیده به حد سن پایین 13 سال، تو کجای کاری چرا راجع به بوسه صحبت میکنی؟ اصلا تو جلوی تنفروشی دخترهای بیچاره ما رو بگیر که بسر فقر و گرسنگی یا هر دلیل دیگه ای به این کار وادار میشن. ترجمه رواج داره، چون درآمد غالب ناشران از طریق ترجمه هست، ناگزیر باید کپی رایت قبول نداشته باشن و یعنی باید پول بدن بابتش. حالا اگر پول بدن چه اتفاقی میفته؟ یعنی کپی رایت قبول داشته باشن، اولا هر اثری ترجمه نمی کنن، ترجمه های خوب میکنن. شک نیست که ترجمه از زمان از آغاز چیز قرن اول دوم نهضت ترجمه بوده و آثار یونانی و سوریانی ترجمه کردن به عربی و آثار ایرانی ترجمه کردن به عربی و از این مانده اینا خوشبختانه اونجا. مثلا یکی از منابع مهم ما مثلا ترجمه عربی شاهنامه است، از اون متنای قدیمی که اون متن از بین رفته ترجمه عربیش مانده. خب این ما مدیون اون ترجمه هستیم و تصحیح میکنیم، هر وقت تصحیح میکنیم به اون ترجمه اشاره میشه. حالا ترجمه در انتقال علوم و آگاهی ها بسیار اهمیت داره. واژگان نوعی توی زبان ما وارد میکنه،
ناگزیر ما باید معادلهایی برای اون واژه‌های غربی داشته باشیم که پیدا میکنیم و خیلی مهمه. خب مثلا ما گفتمان نداشتیم، گفتمان دیسکورس مثلا کردن گفتمان. خب این لغت از طریق ترجمه ما الان مورد استفاده غربیه و اصلا رسا و جالب و جذابه. بنابراین در هم آگاهی بخشی به جامعه ترجمه نقش مهمی داشته، هم از انتقال علوم و ادبیات و هنرها به داخل مملکت ما و فرهنگ ما مؤثر بوده، هم از لحاظ ادبی به دایره واژگان گسترد دایره واژگان کمک کرده و بسیار چیزهای دیگه افق دید ما رو گسترده کرده. ما با فرهنگ‌های جهان آشنا شدیم، با افق‌های تدارشون، اینا همش مدیون ترجمه است. اما در عین حالی که ترجمه خوب مهمه و این همه برکات داره، یک بخش عظیمی از ترجمه هایی که ناشران دارن ترجمه آثار مبتذل، نازل، بیفایده هست ولی پرفروش، چون مربوط به بخشی از به بالاتن آدمی داد مربوط نمیشه. خلاصه خب این کتاب ها الان خیلی سود آورن و اینکه تو غرب پرفروش بوده، چندی میلیونی بوده، 100 میلیون فروش داشته. اینجا بلا فاصله میگن این پرفروش ترجمه میکنن، اینجا میگه چند تا چاپ میشه. این همون دلالیه، این اصلا ترجمه نیست. همونجور که توی اقتصاد کشور دلالی وجود داره به جای تولید، اینم دلالی ترجمه است و بسیار چیز وحشتناکیه. و متاسفانه اون بخش ترجمه های اصیل و اینا روز روز کمتر میشه. این بخش عوام پسند بازاری نازل پرفروش به عنوان وسیله کسب و کار بیشتر میشه. بنابراین تقریبا یه خطر بزرگ وجود داره به نام دلالی ادبی. وقت این دلالی ادبی کجا لطمه میزنه؟ لطمه میزنه به آثار درجه که درستی که نویسندگان و شعرا ایرانی می نویسن. وقتی که شما با اون آثار مبتذل ذهن مردم ذهن خواننده رو بیاری پایین، این با یک کار خوب که روبرو میشه، یکولیا و تنهایی مدرسی بخواد بخونه، میگه ای بابا این که خیلی مشکله که این اون مثلا چگونه عروس بشویم چقدر خوب بود، چقدر عالی بود. حالا اینه من دوستشم حتما بگم، برای اینکه ترجمه همش خوب نیست، هر کاری یک بخش ضایع داره یه بخش درست داره. بخش ضایعش معمولا ما باید ببینیم، همونجور که بسیار از نوشته های ایرانی هست که حالا به درد عوام الناس میخوره و بازاری هست و فروش داره که هیچ ایرادی هم نداره، خب بالاخره طرفدار داره. اما اون بخش ادبیات با ارزش با هدف درست هم باید تعمیم بشه. ما اعتراض ما اینه که تو چرا جلوی اون کارهای با ارزش گرفتی، این کارهای بی ارزش رواج میدی؟ ما به دوستان ما چنین، حالا این دوست ممکن ناشر باشه، ممکنه کتاب فروش باشه، ممکنه یه وزارتخانه باشه، ممکنه از ما بهتران باشن، ولی به هر حال ما میگیم چه ایراد داره که کارهای مبتذل بچه باشه؟ باشه، آزادیه دیگه، باشه این کارم، باشه این کارم آزاد بذارید که اینا وقتی بیاد تو بازار بتوانه در واقع اونم مخاطبان خودشی داشته باشه. ما چه کار داریم که اونا چی فکر میکنن؟ ما مخاطبان خودمون رو باید داشته باشیم. اما وقتی جلوی این کار رو بگیریم و فقط اون کار آزاد بذاریم، خیلی دیگه سوء نیته و این اون چیزیست که داره اتفاق میفته، هم تو ترجمه، هم توی مهندسی فرهنگ، هم توی نمیدونم سیاست سینمایی، هم توی سیاست ادبی. یعنی سنگ را بستند و سگ را رها کردند به قول سعدی، و دیگه سگ رها کردی بذاری این سنگ هم در اختیار من باشه که تیکه باره نشم. و برگردیم دوباره به کپی‌رایت. کپی‌رایت امر بدیهی و طبیعی بازار ادبیات و هنر و ابداعاتی تو زمین علمی هم همینه دیگه. حالا تو زمین علمی یک کمی اینا قوانینی گذاشتن ولی اونم موثر نیست. الان یه نفر بیاد کتاب منه به اسم خوش برداشت بکنه،
من دستم هیچ جا بند نیست. من حد اکثر میگم برو شکایت کن. من میام شکایت میکنم 5 سال طول میکشه. بعد من سال 4م وفات کردم. قانون پیشی در میخوره اصلا. که اسم یارو تمام میشه اصلا به در این حد قضیه است. اصلا حسن هنرمندی که داشته ترجمهش برشون به اسم خودشون چاپ کرد و این رفت گفت که به صفه که به قانون متوسل بشه مثلا پدر اونا رو در میاره. اصلا مرد و کتاب به اسم یارومان. این مشکل وجود داره و کپی‌رایت جلوی این قضیه تا حدی میگیره. البته قانون خیلی مهمه، اما اجرای درست قانون هست که حتی از قانون هم مهمتره.